سلام، من بیتا آذری با برنامه دیدگاه همراه شما هستم. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی میگوید فساد در ایران موردی است نه سیستماتیک. مجتبی پورمحسن در گزارشی اختصاصی از فساد مالی بزرگ در پتروشیمی ایران نشان می‌دهد که برخلاف گفته علی خامنه‌ای، سیاستمداران جمهوری اسلامی از بیت رهبر جمهوری اسلامی گرفته تا رؤسای جمهور و وزرا در شکل‌گیری یک شبکه فساد نقش داشتند. این فرد کیست؟ مردی که تنها یک عکس از اون موجود است، اما در کمتر از 2 دهه توانسته با جمع کردن 2 میلیارد دلار ثروت به فرد شماره 1 صنعت پتروشیمی ایران تبدیل شود. مقامات عالی رتبه 3 دولت خاتمی، احمدی نژاد و روحانی در کنار رؤسای مجلس و قوه قضاییه با حمایت بیت رهبری به او کمک کردند تا صاحب بیش از 150 هزار میلیارد تومان سرمایه در صنعت پتروشیمی ایران شود. غلام حسین مطهری اصل، مرد پشت پرده اقتصاد سیاسی ایران. در این برنامه دیدگاه با مجتبی پورمحسن، خبرنگار ایران اینترنشنال، درباره شبکه فساد در صنعت پتروشیمی ایران گفتگو می‌کنیم. آقای پورمحسن، این پرونده پیچیدگی‌های زیادی داره. به زبان ساده و مختصر برای ما بگید دقیقاً در این فساد بزرگ چه اتفاقی افتاده؟ بله، همونطوری که تو سوالتونم اشاره کردید، پیچیدگی‌های زیادی داره، اما اگه بخوام خیلی خلاصه بگم، یک شبکه فسادی در صنعت پتروشیمی شکل گرفته از سال 80، موقعی که مقامات ایران تصمیم گرفتند که خصوصی سازی کنند و بخشی از اموال دولت رو برای بهره‌وری بیشتر به بخش خصوصی بدن. اولین فساد در همین بخش به وجود اومد، چون معمولاً به جای اینکه خصوصی سازی بشه اختصاصی سازی شد. یعنی وقتی پتروشیمی عملکبه در سال 80 درست کردن، بلافاصله یک شرکتی تأسیس شد، یک نفر از دوستان آقای نعمت‌زاده که اون موقع معاون وزیر نفت بود در بخش پتروشیمی، یک شرکتی تأسیس کردن و به مرور بخشی از این پتروشیمی بزرگ رو تصاحب کردن. در این راه بدبستان‌هایی صورت گرفت. هر کس جدیدی که درگیر این شد از طرف مقامات، چیز بیشتری گیر آن کسی اومد که صاحب این شبکه بود و به مرور از سال 80 تا الان مجموعه ای از وزرا و حتی رؤسای جمهور و چند فرمانده سپاه و حتی تا جای بیت رهبری هم این گسترش پیدا کرده. کل داستان رو اگر باز هم بخوام اشاره بکنم، اینه که پتروشیمی ایران با قیمت بسیار پایینی واگذار شده به اشخاصی که این افراد نه تنها هیچ صلاحیتی در صنعت پتروشیمی ندارن، بلکه با حداقل قیمت این املاک ارزشمند ایران رو تصاحب کردند و به هر حال برای اینکه دستخوشی هم بدن به مقاماتی که این زمینه رو فراهم کردند، که برای مثال هلدینگ باختر رو با ارزش بالغ بر حدود 100 هزار میلیارد تومان به اندازه 51% رو 130 میلیارد تومان فقط بخرن، به اونها سرویس هایی دادن، به تک تکشون، از آقای نعمت‌زاده که وزیر صنعت دولت آقای روحانی بود، خود آقای روحانی که آقای غلام حسین مطهری اصل که سرشبکه این هست رئیس ستاد انتخاباتیش بود در هر 2 انتخابات، و آقای رستم قاسمی وزیر نفت دولت آقای احمدی نژاد، و همینطور این قضیه ادامه پیدا کرده. خلاصه اگه بگم، جنبندی اگه بکنم، اینه که این فساد در زمینه اختصاصی سازی به جای خصوصی سازی اتفاق افتاده و در طول این 20 سال ادامه داشته و به نظر میرسه همینجوری ادامه خواهد داشت. با توضیحات شما به نظر میرسه که افراد بلندپایه هر دو جناح درگیر این ماجرا بودن. با این حال چرا درگیری های جناحی باعث نشد که این اطلاعات فاش بشه؟ من فکر میکنم که به نظرم میاد با توجه به چیزهایی که من اسنادی که دیدم و در گزارش بهش پرداختم و اسناد دیگه که فرصت نشد که در گزارش بهش بپردازم، این بوده که یک مخرج مشترکی داشتن تا تمام سران این جناح، هر دو جناح یا 3 جناح فعال در ایران، چه اصلاح طلبا، چه اعتدالیون، چه اصولگرایان، همه اینا در از این خان نعمت ثروت بادآورده ای که به هر حال بخشیدن، در واقع اموال مردم رو بخشیدن به یک نفر و در ازاش دستخوش گرفتن، از این خان نعمت بهره بردن و همشون در این مورد منتفع شدن و پای همشون هم گیره. بنابراین هر کدومشون اگه اشاره بکنن که دیگری
از این خوان نعمت سهمی برده، اون وقت خودش هم باید پاسخ بده که برای چجوری اونها هم سر این سفره نشستن. به نظر میرسه تنها چیزی که مخت در بخش اقتصادی جناح‌های مختلف ایران یک اتفاق نظری دارن و این دعواهای سیاسی به نظر میرسه پشتش همین واگذاری‌های اقتصادیه و سعی میکنه این دعوا رو در سیاست دنبال بکنن، اگرچه اصلش همین سهمخواهی های اقتصادی است. در این سالها نهادهای نظارتی مثل سازمان بازرسی و قوه قضاییه چه کردن آقای پورمحسن؟ ببینید واقعا تاسف‌وار، من بازم میگم بخشی از داستان این گزارش تو گزارش نتونستم به بخش های زیادی بپردازم، به هر حال وقت محدود بود. وقتی این پرونده تشکیل شده در این مورد، در مورد حتی قراردادهای کوچیکش، قراردادهای بزرگی که اصلا متاسفانه هیچ نهاد نظارتی ورود نکرده، به خاطر اینکه خود قوه قضاییه، رئیس قوه قضاییه سابق و معاون ایشون آقای اکبر تبری و معاون لاریجانی کاملا در جریان این بودن و از این قضیه نفع بردن. بنابراین در اون زمینه که اصلا به هیچ وجه هیچ امیدی نمیشد بهش داشت. حتی در سطوح پایین‌تر در مورد قراردادهای کوچیک وقتی پرونده‌های تشکیل شده، دو تا اتفاق براش افتاده. باور کردنی شاید نباشه که کیف وکیل شرکت پتروشیمی امیرکبیر رو جلوی دادگاه دزدیدن، برای اینکه اسنادی که ببینن چه اسنادی دادن و اسنادش رو سرقت بکنن و این کار کردن. اینا همه در مورد دادگاه‌های کوچیک بوده و اون دادگاه کوچیک هم بعد از مدتی به فرموده رؤسای قوه قضاییه و معاونینش پرونده رو بستن، قضیه مسکوت شده. یک مثالی بهتون بزنم، آقای غلامپور که در سال 98 تا سال 98 مدیر عامل این شرکت پتروشیمی بود و 900 میلیارد تومان فقط در یک سال بهش طبق گفته مجمع عمومی به پتروشیمی امیرکبیر ضربه زد و جزو باند اصلی این ارتشا و این اختلاس هست. الان گزینه جدی وزارت نفت برای مدیریت پتروشیمی غدیره. بنابراین من فکر میکنم که به نظر میرسه که نهادهای نظارتی هم خودشون از نظر اقتصادی آلوده به این داستان هستن و برای همین ورود نمی‌کنن به این قضیه. آقای پورمحسن، آیا این پرونده ابعاد دیگه‌ای هم داره که گفته نشده؟ بله، ابعاد خیلی گسترده‌ای داره. بخش‌های زیادی رو فرصت نشده بگیم. تعداد کسانی که در این قضیه درگیر هستن به این شش مقام عالی رتبه محدود نمیشه. میتونم بگم تمام وزرای رفاه، تمام رؤسای بانک رفاه و بسیاری از مدیران میانی دو وزارتخانه صنعت معدن تجارت و وزارت رفاه مستقیما درگیر این داستان هستند و حتی تک تک اعضای هیئت مدیره این دو مؤسسه، یعنی وزارت رفاه و بانک رفاه، همشون از این قضیه سهم بردن و ردپای فامیل هاشون در تک تک این معاملات وجود داره. کما اینکه در پتروشیمی های دیگه هم چنین اتفاقاتی افتاده، از جمله پتروشیمی زاگرس که ما بعد از این در انشالله در آینده بهش خواهیم پرداخت. آقای پورمحسن، این اعتقاد وجود داره که در شکل گیری فسادهایی نظیر اون چیزی که در گزارش شما اومده تحریم ها هم نقش داشتن. نظر شما در این باره چیه؟ چقدر این گزاره میتونه درست باشه؟ این گزاره فقط از این نظر میتونه درست باشه که تحریم ها بهانه این شده برای اینکه اینجوری لاپوشانی بشه در مورد این فساد ها. ما این گزارشی که بهش پرداختیم توش هیچ نشانی از این نبود که این معاملات در خارج از ایران اتفاق افتاده که تحریم باعث شده باشه. آیا آمریکا باعث این شده؟ آیا تحریم های سازمان ملل باعث شده که کل 13 پتروشیمی هولدینگ باختر رو به قیمت تنها 130 میلیارد تومان به آقای غلام حسین متحدی اصل بفروشن؟ این ربطی به تحریم نداره. یا در مورد امیرکبیر همینطور، آیا 30% پتروشیمی امیرکبیر رو پرداخت دادن به یک فردی در داخل ایران که اسپانسر مالی رؤسای جمهوری ایران بوده، این ربطی به تحریم نداره. من فکر میکنم در این مورد تحریم، در مورد تحریم ها به بهانه ای تبدیل شده برای اینکه به بخش زیادی از این فساد گسترده حاکمیتی رو روش سرکوب بذارن. به نظر من یک روزی اگر این تحریم ها کامل برداشته بشه، مشخص میشه که چقدر داخل ایران فساد وجود داره. ضمن این که این قضیه یک شبه اتفاق نیفتاده، در 21 سال اتفاق افتاده و در این مدت ما دوره‌های زمانی داشتیم که تحریم‌های ایران بسیار کم شده، اما این فساد همچنان ادامه داشته، ادامه پیدا کرده. به نظر نمیاد تحریم ربطی در این لاقل در این مورد داشته باشه. همونجوری که گفتم، تنها بهانه‌ای برای لاپوشانی این فساد. یک نکته‌ای که به نظرم باید خیلی بهش توجه بشه در مورد پرونده‌هایی از این دست اینه که ما در نظر بگیریم این اتفاقات در مورد پتروشیمی امیرکبیر افتاده که در ماه شهری که انواع و اقسام محرومیت ها در موردش وجود داره، مردمش آب ندارن، مردمش گرفتاری دارن، حتی نون پول ندارن بخرن، اما چنین
فساد میلیاردی در اونجا اتفاق میفته. چطور پسر آقای ناطق نوری در پتروشیمی امیرکبیر صاحب سمتی میشه بدون اینکه کمترین تخصصی داشته باشه، اما شهروندان ماهشهر سهمی از این پتروشیمی ماهشهر ندارن؟ واقعا به نظر من این مایه شرمه در این اتفاقی که در پتروشیمی امیرکبیر افتاده. هر جای دنیا اگر چنین صنعت بزرگی در یک شهر وجود داشت، فکر نمی‌کنم تو اون شهر باید بیکاری وجود می‌داشت. اما نه تنها الان این اتفاق افتاده، بلکه توش فساد وحشتناکی هم افتاده. حتی نمایندگان مجلس و مقام‌های مختلف جمهوری اسلامی در سطوح دیگه افرادی رو از جای دیگه آوردن اونجا، بردن سر کار، و مردم ماهشهر از این چیزی که حقشون هست سهمی نبردن. بسیار سپاسگزارم از شما مجتبی پور محسن، خبرنگار ایران اینترنشنال از لندن انگلستان. از همراهی شما با این برنامه دیدگاه سپاسگزاریم.